درود بر شما مخاطبان شریف حکم دادگاه شروین هاجیپور صادر شد چه اتفاقاتی برای شروین در دادگاه رخ داد در ادامه ویدیو خواهیم شنید قبل از هر چیز از لایک و سابسکرایب به شما عزیزان سپاسگزارم شروین یک عکس منتشر کرده که نوشته مضافن با اینکه متهم در جلسه دادگاه از عمل خود صریحا ابراز ندامت و پشیمانی ننموده و با قصد و اراده و توجه کامل به افعال خود همگاه با گروه های معاند و ضد انقلاب اقدام به ساخت موسیقی در ضدیت با نظام اقدام نموده و در ادامه ارشاد و هدایت کارشناسان در اصلاح رفتار متهم مؤثر نبوده است لذا دادگاه با توجه به توضیحات فوق و ذکر، اسناد و مدارک موجود در پرونده، گزارش اداره کل اطلاعات، دفاعیات بلاوج و غیر مؤثر متهم و وکلای آنها به شرحی که بیان شده است، سایر قرائن و امارات موجود در پرونده به ذهکاریش را محرز دانسته. به استناد مواد 500 و 512 قانون مجازات اسلامی بخش تعذیرات و مجازات های بازدارنده مصوب 2.3.75 و مواد 160 161 19 و بند په ماده 18 قانون مجازات اسلامی بند ب ماده 134 قانون مجازات اسلامی از ماده 12 قانون کاهش مجازات متهم موصوف را به مجازات درجه 5 از بابت تبلیغ علیه نظام به تحمل 8 ماه حبس از بابت اقوا و تحریک مردم به اختشاشات به قصد برهم زدن امنیت کشور به تحمل 3 سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشتی قبلی با اعمال قاعده تعدد محکوم می نماید که مجازات اشد درباره متهم قابل اجرا می باشد با توجه به اینکه دادگاه مجازات اصلی پیشبینی شده در قانون مجازات اسلامی را برای اصلاح مرتکب کافی ندانسته به استناد بند پ از ماده 23 قانون مجازات اسلامی متهم را به مدت دو سال ممنوعیت خروج از کشور جمع آوری دستاوردهای انقلاب اسلامی در حوزه فرهنگی، علمی و هنری و انتشار آن در فضای مجازی به نام خود مطالعه و خلاصه نویسی کتاب حقوق زن در اسلام تعلیف شهید متحری و کتاب زن در آینه جمال و جلال تعلیف حضرت آیت الله جوادی آملی به می میزان سی صفحه هر یک به صورت مجزا و دست نویس جهت درج در پرونده و ارائه به واحد اجرا و انتشارات از طریق فضای مجازی و ساخت موسیقی درباره جنایات آمریکا علیه بشریت و جمعآوری نقض حقوق بشر از سوی دولت آمریکا در یک قرن اخیر و انتشار آن از طریق فضای مجازی شرکت در دوره آموزشی مهارت رفتار و دانش در حوزه هنر محکوم می نماید. شروین نوشته فدای یه تار موتون از وکلای عزیزم امیر رئیسیان مجید کاوه و عادل علیپور که تمام تلاششون رو برای این پرونده کردن ممنونم همینطور از محزیار مدیر برنامه های عزیزم که با اینکه هیچ دخالتی در تولید قطعه برای نداشت در تمامی جلسات دادگاه شریک جرمم بود لحظه ای تنها نگذاشت اسمی از قاضی و دادستان نمیبریم که مورد حمله توهین و تهدید قرار نگیرند چرا که توهین و تهدید در آین آدمیزاد نیست بالاخره روزی حرف همدیگر رو میفهمیم تا اون روز دلینو دل شروین حاجی دهم فروردین 1376 در شهر بابل سر مازندران زاده شد و یه خواهر به نام کمن داره او دارای دیپلم ریاضی و مدرک کارشناسی اقتصاد از دانشگاه مازندرانه از هشت سالگی در کلاس های موسیقی آموزش دید او با شرکت در فصل اول برنامه اصر جدید تونست خودش رو به عنوان یک خواننده مطرح کنه او در عصر جدید تا مراحل نهایی بالا اومد و در همون مرحله اول با ترانه شاید بهشت تونست رأی هر چهار داور رو به خودش اختصاص بده آریا عظیمی نژاد آهنگساز و داور این برنامه از او به خاطر صدای متفاوتش تقدیر کرد و گفت ما کمتر فردی رو داشتیم که هم آهنگ بسازه، هم بخونه و هم ترانه و شعر بگه. حامد صفایی، کارگردان هنری عصر جدید، گفت وقتی شروین اجرا داشت، صدا و سیما نگران بود که شروین در آینده درد سرساز خواهد شد خود شروین گفته علاقم به موسیقی زمانی شروع شد که به یک کنسرت موسیقی محلی در شهر بابل رفتم شروین هاجیپور هنوز ازدواج نکرده و مجرده اما گفته در ترم اول دانشگاه یه رابطه عاشقانه متفاوتی رو تجربه کردم خودش گفته حساسیت فکری زیادی روی شخص مورد علاقم داشتم که فکر میکنم این موضوع باعث جدایی من شد بعد از تموم شدن این رابطه شروین آهنگ شاید بهشت رو ساخت که برگرفته از این رابطه بود شروین در این مورد گفته ترم یک دانشگاه بودم و ورودی سال 95 رشته اقتصاد قبول شدم و تو کلاسمون هیچ کسی رو ندیدم که کول و باحال باشه اما اون روز آخرین نفر که وارد کلاس شد یه دختری بود که یه مانتوی گشاد پوشیده بود و با دوستش وارد کلاس شد رفت صندلی آخر و خوابید مدتی بعد در گروه کلاسیمون فهمیدم که خیلی اخلاقش به من میخوره یه بار توی گروه کلاس باهاش علکی بحث کردم و بعدش رفتم پیویش که مذرت خواهی کنم و کم کم رابطمون شروع شد خیلی بهش علاقه داشتم با خودم میگفتم این کسیه که یک روز باید باهاش ازدواج کنم تئاتر کار میکرد و منم موسیقی تئاتر میساختم و از این جهت هم رابطمون قوی تر شده بود هیچ کس رو تا این اندازه دوست نداشتم اما یه چیزی که در مورد من وجود داره اینه که اگه یه نفر رو خیلی زیاد دوست داشته باشم خیلی غیرتی میشم و این موضوع رو اون موقع فهمیدم چون تا قبل از اون این قدر عاشق نشده بودم و خیلی میترسیدم که اون شخص رو از دست بدم و چون خیلی خجالتیم روم نمیشد برم بهش بگم من میترسم از دستت بدم برای همینه که انقدر حسادت میکنم و غیرتی میشم به خاطر همین مسئله خیلی دعوامون میشد مثلا تنها که میرفت بیرون قدم بزنه من دیوونه میشدم متاسفانه نتونستیم با هم ادامه بدیم و رابطمون به آخر رسید و من خیلی ناراحت بودم که دارم میرنجونمش شروین حاجیپور آهنگی به نام برای خوند که برگرفته از توییت های مردمی بود این موزیک ویدیو در فضای مجازی چنان مورد استقبال مردم قرار گرفت که فقط در سه روز بیش از 50 میلیون بازدید پیدا کرد مهر ماه 1401 خبری منتشر شد مبنی بر اینکه شروین حاجیپور به جهت تحریک عواطف و دامن زدن به آشوب ها دستگیر شده با این حال دو روز بعد خبرگزاری برنا گزارش داد این خواننده بازداشت نشده و صرفا یک احزار به او بابت تشویق به اختشاش تذکر داده شده اما کمند هاجیپور خواهر شروین روز 9 مهر 1401 اطلاع داد که برادرش بعد از احزار به پلیس فتا بازداشت و به اداره اطلاعات ساری منتقل شده. محمد اصفهانی، خواننده موسیقی پاپ و سنتی، در واکنش به این بازداشت در اینستاگرامش از شروین به عنوان دوست و هنرجوی خودش که در مسابقات عصر جدید با او آشنا شده بود، یاد کرد و گفت: شروین جوانی فوق‌العاده با استعداد، معصوم، خجالتی و با احساس بود و از خبر دستگیری او بسیار متأثر و غمگین شدم. در نهایت شروین با سپردن وسیقه تونست روز دوازده مهر 1401 آزاد بشه و حالا شروین به تحمل 8 ماه حبس، سه سال حبس تعذیری و دو سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شده نظر شما عزیزان در مورد شروین هاجیپور چیه؟ لطفا یک جمله در وصف شروین بنویسید سپاسگزارم از لطفتون به خاطر لایک این ویدیو اگه علاقه من هستید بدونید که برای خانم سریا حکمت چه اتفاقاتی رخ داد ایشون وقتی باردار بودن در جوانی همسرشون ایشون رو رها کرد و رفت سرنوشت سریا حکمت بازیگر قدیمی چی شد برای تماشای این ویدیو لطفا روی تصویر ایشون کلیک کنید سپاسگزارم بدرود